سلام. واسه اینکه بهتون بد نگذره، قدر خنده رو بدونین، غم و غصتون هم یه خود کش بده بذارین کنار، زندگی این رفیق ما رو هم بچرخونین، یه خورده حواستون رو بدین که ضرر نمی‌کنین. من این کارو نیستم، موقت ور دستشم. اگه به خودم باشه که ما هستش تفریح کردن بلد نیستیم. باش اومدم واسه دو کار. این رفیق ما از سر تفریح اونا بلدی، همچین یه خورده دستش کجه. دست تو کیف و جیب مردم نمی‌کنه، اما بعدش هم نمیاد. من میخوام هم آدم روبرایی بشه، هم بفهمه بابا واسه این کارایی که بلده مردم به اندازه گلیمش بهش روزی میدن. روزی آدم که تو کیف و جیب مردم نیست که توی غفلت بیاد تو جیب من. میفهمین که آره، من سرراستی و تمیزی رو از سینما یاد گرفتم، بدی تو کار ما نیست. اما من یه جایی یه وقتی واسه تو میگم که چجوری میشه آدم دیگه حواسش مال خودش نی. آدم باز سرنگ باشه، چجوری زندگی کنه، اما چجوری درست و حسابی کلکش کنده شه. درست رفتن از این دنیا درس اول و آخره. حالا این ناصر بلبل و اینم شما، خوبش مال خودش و شما، بدش مال من. من درست میکنم، خلاف و دزدی بده آقا، بده. شوخی شغل اونه که منم همچین دو سه نفر از کنارشم، اما من با هیچ چیز و روزی سیاه پوسته که از زجر و بدبختی خلق سیاه میگه، اما هیچکی نمیفهمه اون چی میگه، حتی خود ناصر بلبل. منو کی میبینی؟ خراب سینمام، عاشق سینمام، اما کارم نواره، نواره ویدیو، اما با حیاش. هرچی بی حیاشه خلافه. ناصر شروع کن صدا هم با اقسام ایوونات. بلبل جوجه سرما خورده، هم بزن داشته باشت اینجا رو یه سلامت بده خسته گیشتره. توجه فرمایی، توجه فرمایی، مسافرین محترم تعاونی شماره 83 خواهشمند است هر چه زودتر به سرکونی شماره 2 مراجعه کنند. بس این موسیقی خارجی رو بکنم. مسافرین محترم تعاونی شماره 83 خواهشمند است هر چه زودتر به سرکونی شماره 2 مراجعه کنند. حالا خودش ترنه واسه تون یه فیلم سینمایی بازی میکنه. هفت کمانده رو ببینیم ناصر. هفت کمانده خون در برا خون انترام، از بام بنا شا پنج صرف شیشه در دیوی خون در برا خون انترام. واسه آقای ارکست جزه بانه دویست با تلو بگی شنو بگی ام دیگ برگست در Thank you.
عجب سفر سخت و پراسلی بود. پدر کازان سنداش تقریبا یه بود. سلام آدم. پدر چه داری؟ شما میگفتی پر چی کاری داری؟ وکیل محسنی نمیتونه وکیل شما هم باشه. امضا کرد. سلام خانم. سلام دختر. چطوری؟ سفرت خوب بود؟ باهری سراغت از پدرت میگرفت. اخلاق و حواسش میکس شد. قاطی کرده. آقا گفتن هر وقت برگشتین بیاین پیش من. ماشاءالله خیلی سر حال بود. یه دخترم ببینم. کی برگشتین؟ بیدارین بابا. قربون صداتون. همه چی خوبه آقای باهری؟ فقط سیگار. سیگار نکش. چطوری بچه ها؟ دکتر، در باد سگان بستن. اگه نمیخوای تا خونه قدم بزنی بگم بزنی. نه خودم میرم. فخری مواظبش باش. تا هر وقت عصاتو میاری بالا یا خبری شده یا خبری میشه. وکیلتون پدر داره از هم درد میره. عوضش کنی. چطوری مریم؟ بستگی به حال شما داره. کی میشه صدای قدم زدن شما رو بشنوی؟ فخری مواظبش باش. اون یواشکی سیگار میکشه. انگشتاش بود توتون میده. خداحافظ. سند و قباله های شما رو که دیدن گفتن ایرادی نداره. وصیت شما رو که دیدن گریه کردن. گفتن آقای محسنی، گفتن که زمیناتون رو نفروشید، خصوصا این باغو. گفتن که من به شما بگم بذارین توی وصیت خونه تیکه تیکه نشه، بعد 100 سال دیگه که ایشالا زنده باشید. سایه شما همیشه رو سر ما هست. و از دولا بگو ول کنه این شیلنگ و آب سرد چاهو، سرما خورده. بله خانم، عادت کردم. میگن این کار وصیت حق هر آدم سالمی باید وصیت داشته باشه، اما این ظاهر قضیه هست. وصیت یعنی قبول کردن این که آدم از این جهان بره. شما خواستین، ما هم انجامش دادیم. اما پدر، همون قدی که شما میگین وصیت و وکیل و این حرفا یعنی قبول سفر، برای من خیلی سخت‌تر و مشکل‌تره که وصیت شما رو بذارم توی کیف ببرم پیش آقای محسنی که یاد شماست، بعد ایشون بخونن و گریه بکنن و از شما و زندگی با شما بگن، بعدم بگن مرگ حقه. بابا یه ساعت این زندگی بدون نفس شما به کرور کرورش نمیارزه. دختره باید بره بخوابه. فردا صبح. نه. بیا جلو دخترم. وصیت منو که مربوط به تو و پدرت میشد دادی به محسنی. من نمیدونستم شما چی کار میخواییم بکنیم. من و پدرم کنار شما با علاقه که شما به من و درس من داشتین بسمون بود. شما تو وصیت و ارث ما و خانوادتون رو یکی دونستین. بله مهر کردن و امضا. 500 متر از این باغ با همون ساختمون سرایداری خودشون به اضافه حقوق ماهیانه اونا تا آخر عمر، اگه از اینجا نرن تو این سند جدا به خانواده کوهساری و اکبر و منیر زنش که خدا بیامرزش و این برگم متعلقه و این صدای من که به شما میگم سند شه. فخرالملوک درس این دختر دیگه با تو، اون یکی از ماست. چرا به ما نگفتی؟
کسی که مانع نمیشد. این کاغذ رو دختر نگه دار، سند واگذاری زمین به شماست. تو این اثار براسم درگیر میشدی، برای همین کاغذ واگذاری زمین بهت دادم، یعنی فروختم به شما. بده ببینم کاغذو. پدرم روز به روز داره فراموشیش بیشتر میشه. آقای محسنی گفتن این کاغذو باید تصدیق امضا بشه. بله گفتم شما به پدر مادرم خیلی کمک کردی. من هیچ وقت از شما آقا جون نیست. دانشگاهیم، کیف کوچیکه، پولا، نمره ها، همه تو پاکت زرد رنگه بود. جا گذاشتیشون؟ الموسا نگرفتنمون میدونی چقدر کار داره؟ به کی دادی برات نگه داره؟ باهری دست باچه نشو مریم، فکر کن ببین تا کجا باهات بوده. تو اتوبوس دست شما بود، خودتون دادین به من جهانگیر خوار، گفتین بخون. کجای نوشته های بابام غلطه؟ منم گرفتم، رو پام بود که خوابم برد. تو این فامیل و حرف من هیچ وقت دروغ و شالاتانی نبوده. چشمتون به این 500 متر زمین افتاده؟ چی شد قباله ها؟ تو جانگیر بهتر میدونی؟ برای این که از همین حالا به فکر فروختن به برج سازا هستی. برج آپارتمان یعنی شهر، اما از اون پاکت من خبری ندارم. نه مریم، جانگیر دیگه اون رو از دست شما نگرفت، من حواسم بود. اون هر عقیده ای داشته باشه که من خیلی هاشو نمیپسندم، این کارو نمیکنه. به عنوان بزرگتر باس فامیلی احترامت واجبه، ولی عقیده اون راجع به بیلدینگ سازی چه ربطی داره به مفقود شدن اون پاکت زرد رنگ؟ صبر کنین آقا جون، فهمیدم. تو ترمینال اون دو تا معرکه گیرا، من رفتم ترمینال. کار کی باید بشینه؟ توی این باز نامزد آدم، عشق آدم، زن آدم، رفیق آدم بشینه. آسه دلم گرفته. بعد بساط شما بچینیم بجام ورزش میکنی علاوری؟ ماشاءالله امشب زود اومدی سلطان.
اسم شام و خود شام با منه. کباب کوبیده. خود شام با منه، اسمش با تو. کباب دیگی میذاری. دیگی بهتر از کوبیده است. چی میبینی؟ فیلم. یه گشتی بزن. دیشب هموسم پاهن زیاد بردن. برگشتی شام و فیلم و بدون دسته خسته میشی. عادل کو؟ از یه سری اومد و رفت. راستی یه آرشین مالالان جدید و رنگی داشتی؟ آرشین مالالان رو شما وقت که فیلم اجاره میدادم چاله که نه هیچکی نمیگیره. واسه همین نمونده. سراغ خنجر مقدس و زن پلنگ و بلای جان نازی رو بگی. اسپیلبرگ، کوپولا. با عادل بگو کارش دارم. سلطان این چه میوایی ما داده این رمزونه؟ مگه ما بالایی میوا پول ندادیم؟ مگه صدا داشته گرم آلم میشه؟ رمزون که تا مونده هاشون نفروشه میوه تازه نمیخره. مگه ما بالایی نه پول ندادیم؟ بالایی میوا همهش خرابه. من بچه به این مردی نهیدم. 16 سالشه. اما این آقوی زنده مونده است. اینه باباش. یه عکس مولا جاش اون رو برو خالیه. بالای نارنجک. هر وقت از اون رفت تو جیب خودمونو تو جیب کسی نرفت اون وقت موقعشه. دنبل نزنم چیکار کنم؟ بخت آدل خانه گل چطوری بسه؟ بسی خبری که آنم که کردی بیگه. چه خبر؟ این چه امروز همش دلم پیش شما بود. دبیر ادبیات هم امروز ریاضی میگو. باری که اندار خانه یه ادبیات ریاضی چه به ما؟ شما میگفتین هر سازی درستی که صدای خودشو بده. امتحانات که شروع میشه؟ مدرسه همون سه شیفته درس و امتحان. موتور سازی رو کرکیاشو که میکشیم بالا. هوای اینو خیلی کردم که دکونو با کنم و راش بنازم. بابات خدا بیامرز همه اون چیزیو که داشت حتی عمرشو میداد که تو بتونی درس بخونی. من گوشه سایش هم وسط نمیشم. این که میبینی از درست میپرسم و مدرسه تو حال خودم نیه. تو این گرونی موتور سازی هم که بسین. یه سوال بگو. میدونم چی میخوای بگی. بگو. روزاد چرا اون ناصر میری؟ اون یه معرکه‌گیر و دوره‌گرده. حال خوشی هم که نداره. اصلا سلطان شما چتونه؟ ناصر خوب میشه. یه خورده باش بگردم خوب میشه. ننه سرمه مادرش خیلی گردن منو مادرم حق داره. یه روز دیدم بچه ها سر به سرش میذارن. خودم هم حال و سله این موتورسازی ها نداشتن. نمیدونم گفتم دوتایی با هم میگردیم. من میشم باق. اینجا تا اینجا خلوته. همه تو طرحه. قرار اتوبان بشه. باید یه فکری برای خونمون کرد. سلطان بیا ببین تو این پاکت چه خبره. اومدم. یه گشتی بزن زود برگرد. فیلم میبینیم. کباب دیگی داریم آپاچی. با کامپیوتر این مرتضی خان که اتوبوس های مسافری دارن یه چند ساعتی باید ور بره. اگه دیر کنم شما شام بخورید. یهو ببین اینجا چه خبره؟ همش قباله منگوله دار کفشت هم درا. خوش بذار تو چایی بیار. ببینم این پولا زیادیه. انقدر کار نکردی. مگه من نگفتم فقط کارتو بکن؟ ناصر کاری نکن دیگه اسمتو نیارم. اه.
این سنده و کاغذه من اون دکتره. این وصیت‌نامه 500 بر از همین سند رو داده به این خانواده. اینا با سرایدار باشن. دور سرش نچرخونه اما بازم آدم خوبیه. اه دختره هستش بود. پول میشه؟ سند و قباله که واسه ما پول نمیشه. اما واسه این دختره وصیت همه زندگیشه. اگه بیاد ببره داستان و فیلم شروع میشه. اگه ما ببریم دم خونش بازم شروع میشه. اگه بهش ندیم که ما اینجوری ها نیستیم. فیلم داره شروع میشه. رفتی؟ خدا حافظ. ماهری از دنیا رفت. با رفتن اون زندگی تو شروع میشه. براساس هم دلشون میخواد که اونجا رو بفروشن. بگویه طبقه براشون همین جوری که هست با در و پیکر و بلندی سقفش و وسط پذیرایی و سرسرا مثل یک کسل طبقه اول میسازیم که حتی بوی قدیم رو بده. ساختمون خودش تنهایی که بوی قدیم رو نمیده، با آدماش میده. که خدا زنده بذاره شما و خانم فخرالملوک. صدای اصای خانم فخرالملوک اونجا رو تبدیل میکنه به یه خونه ریشه دار. الان همه چی رو میشه ساخت، حتی گذاشتن. بخش مهمی سازندگی ساختن گذاشته است. راست میگین. از درس شهرسازی دهه 90 میگم. شهری که صدای مترو رو شنید دیگه باید خودش آماده و جمع جور کنه واسه صنعتی شدن. تهران شهر بزرگ و صنعتی و پر استعداده. 15 میلیون جمعیت تو روز، یعنی جوشش کار و زندگی. یه باغ بزرگ و دو تا پیر زن و پیر مرد و یه نوه و دو تا سگ خونه یه شهر صنعتی بزرگ نیست. گفتی جهانگیر آمادگی بیشتری داره؟ جهانمهر ایرانی تره. نه اینکه حرفای امروز انبوه سازی برای طبقه متوسط رو نفهمه. درس خونده است اما خونگیه. پیشنهادی بهشون میکنم که شب راحت نخوابن. باید بفهمن دارن تو آپارتمان 200 خانواده متوسط زندگی میکنن. شهر موفق یعنی خانواده متوسط، طبقه متوسط. اقتصاد صحیح که میل به رشد داشته باشه طبقه متوسط میسازه. بگو بهشون فکر نکنن دلالی. سعی کن باشون صمیمی باشی، خصوصا دختر سرای داره.
بعد از باهری بزرگ من دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم. گریه نکنی، منم بارم بستم برم پیش اون. بچه هم راضی هم که اینجا رو بفروشی. آقای سلماسی؟ بله، سلماسی از طرف شرکتشون اومدن اینجا رو به قیمت بخرن برای برج سازی. آقای محسنی لطف کردین اومد. شما همیشه دوست و وکیل باهری و ما هستید. خودتون این کار رو تموم کنید. وصیت باهری تمام و کماله، همه چیز پکیج شده. فامیلم حرفی ندارم. قهوه ببر برای آقای سلماسی. ببخشید آقای باهری، وقتی بودن ما بزرگتر داشتیم. خدا شما رو زنده نگه داره. اما پدرم که از اول عمر این باغ با مادرم 40 ساله که سرایداری و بشور و بپز و خوش کن و برداره خانواده شما بودن، ما هم کمک ایشون بودیم. الان دیگه حواس درستی ندارم. ما راضی به فروش چیز رو که آقای باهری، خدا رحمتشون کنه، دادن و فرمودن به هیچ قیمتی نفروشین نیستیم. چی میگی دختر؟ اگه تو اینجا میونه ما نشستی به خاطر احترام اون مرحومه. باشه دخترم، باشه یه قهوه به من بده. البته لازم به ذکر و یادآوری است، همان روزی که آقای جهانگیر و جهانمهر پیش من اصفهان اومدن اسناد مداره کامل بود و اون کاغذی هم که اون دختر از مرحوم باهری که 500 متر از این زمین رو به اینا بخشیده بود برای من کافیه. درسته، من و مادر و برادرم گواهیم. پدرم هم چون کاغذی رو به مریم داده بودن، اما فکر میکنم پشیمونی داشتند و یا میخواستن تغییری در وصیت بدن که اونو گرفتند و پس ندادن. اما جهانگیر، نامه که پیدا نشد، با همه قباله ها گم شد. منم شاهدم و هر کاغذی رو به نام مالکیت مریم کوهساری امضا میکنم. اون نه تو شرایطی بود نه واقع میشد. تمام عمرش چیزی رو نگفت که انجام نده، خصوصا تو کار خیر. زمینی رو بده پس بگیره، اون هم به کوهساری و مریم. به مرگ نزدیک میشیم و از خیر دور. اینا یه بحث دیگه ایه. برای دوباره ساختن اینجا باید این بحث و گفتگون به یه جای اساسی برسه. من هیچ وقت چشم به وصیت آقای باهری مرحوم نداشتم. بابام هم همینطور. زندگی من از جایی شروع میشه که دانشگاهم تموم میشه. زندگی من تو آینده است. زندگی شما نیست خانم که اگه گذشته رو ازش بگیرن چیزی ازش نمونه. اما به همین سادگی این 500 متر زمین حل نمیشه. این آقا میگن طبقه اول این برج عین این خونه براتون میسازن، اما گذشته شما میره زیر یه برج. ببخشید قصی از این حرف ندارم، اما یادتون باشه آقای باهری گفتن حرف من سند بشه. شما یادتونه خانم جهانگیر خان؟ برو بیرون. من میگم تا قیمت زمین بالا سیم مولا رو تمومش کنیم. توی این منطقه فقط اجازه یه زمین رو واسه برج آپارتمان میدن. اون 500 متر زمین یا پولش هم چیزی نیست که بخواد معامله ما رو به هم بزنه. من یه جوری موضوع رو تمومش میکنم. با این خانم هم کنار میام. برو جوون تمومش کن. مریم خانوم، میخواستم با تون صحبت کنم. اگه برفم گوش بدی ضرری نداره. فکر میکنی من دروغ میگم؟ شما کی هستی آقا؟
نه اتفاقا من فکر میکنم راست میگه، اون کاغذارم داری، منتها اصلا باهاشون کنار نیا تو من بهت بگم چیکار کنی. من طرفدار اینجا نه اینجا، بخوری که خودم هم مال اینجا. به مریم، من امیر سلماسیم. به من بگو امیر. چهت شما صاف نیمده گرد میخوای بری مریم خانوم؟ من شما رو نمیشناسم آقا. مریم خانوم، من شاگرد برج سازم، نیم طبقه نیستم، قرار اینجا برج بسازم. الانم اومدم ببینم آقا چی به کی داره تا کلنگ فردا می درد سر اینجا بخوره. اینام عین نبات فروشندن، فردا تو میفتی تو درد سر. میدونم جهانگیر خان هنوز بعد از فوت پدرش دو بسته سیگار رو تموم نکرده، فکر فروشه. نه ریشه میدونه چیه، نه زمین، نه قدیم، نه جدید، فقط بفروشه بره. باباته؟ باباتونه، پدرتونه، چی میخوای آقا؟ هیچی بابا، اگه دلت خواست کاغذ وصیت رو پیدا کنی که گنجیش که تو قفس، بند قفسم تو انگشت منه. من بچه پایین شهرم، شیل پیلم ندارم، دوره دوره برج آپارتمانه دیگه، 5000 متر زمین و یه آقا و یه خانم و نوه و یه سگ تموم شد. میتونی پیدا کنی؟ یه راست میریم پیش اونی که باید بریم. شو باید بگیم بگیم خودت شانس آوردی. سلام هایی خودت شانس آوردی و سابقه نداری از رفیقات بپرس، وقت منو خودت هم نگیر. از اول آشناییت با قربون یواش بگو، دروغ و کلک کارتو سنگه میکنه. خودتو جمع جور کن و راست حرف بزن. بهت بگم بغلش بودم ولی وسطش نبودم. وسط دوز یعنی خود دوزی دیگه. گوش کن، من همه چی معلومه، کار معلوم، خونه معلوم، اسم معلوم، پدر مادر، همه چی معلوم، معلومم، قواره معلوم. یعنی چی؟ ما کارم چیه؟ در پنجره ساز، بابرو، دشمن سگ. از دو چیز خیلی بدم میاد جناب سروان، یکی همین سگ، یکی همین که بگن تو بلنگو حرف بزن. سگ یه دونه 200، دوتا 300، سه تا همتا. اونجا که باید حرف بزنی لودگی میکنی، اونجایی که باید لودگی کنی. چی؟ سگ 200 تومن؟ یعنی 200,000 تومن؟ جان سروان، این چی؟ میدونی چیه؟ این یه انگوشتون آبزرش که با 200 تومنی اینم دیگه با آدم نمیدن. من با ماشین آخرین سیستم میان دنبال چاکر آقا خانم، میان دنبالم با همون ماشین آخرین سیستم برم مگردونم. یه چیز هم میخوام بهت بگم و سربسته بین خودم و خودت، توی ماشین نام تا کام حرف نمیزنم، هیچ، نه خونه، نه اسم، نه آدرس، نه رفاقت، کار، فقط کار. میارنم پیادم میکنم، درم خودشون واسم وا میکنن. چرا؟ چون که اینو فهمیدم که دست به کلید بزنی خلافه، حواست باشه، خودشون وا میکنن. میرم تو دیگه، یعنی یه دونه خیار رو پوست بکنی و با نمک بخوری اومدم. گرفتی که آقا؟ حال شما کم پیده این؟ تشریف داشته باشین، خدمت میرسم. خب پس من میرم بیرون، منتظر میشم تا کارت. چی شما اگه منظورت منه بشینا، بشین. ببین من نه خلافکارم، نه دزدی کردم، نه جنایت کردم، هیچی. چیکار داری؟ بشین، بشین راحت باش. در ضمن خوبیت نداره شما با این خانم بری بیرون، برو خلافه. بشین خانم، سگ سنگینه نه، ولی فرق نمیکنه. آه میگیرم از اینجا میندازم روی چی؟ از اون ور دیوار تو کوچه. حالا اگه این دیوار نرده داشته باشه از این یارو چه؟ تیزه، تیزه هست یه جور نرده. اگه از اونها داشته باشه موضوع فرق میکنه. البته الان شما فکر کن تو فرمانی، کامرانی، زعفرانی، اقدسی، همه اینا دیگه از این نرده داره چی؟ آها سرنیزه گذاشتم، 200 میگیرم میشمرم مرتب، کاری هم به کاری کسی نمیم، سوار ماشین میشم، آها میفرسنم خونه. به به، اینه یه فرشته. فرشته ولی کی آمدن عقبت؟ اگه سواد داشتم که سگ 100 کیلویی نمیفرستادم اما جناب سروان. عرض کردم خدمتتون، نه اسمی کسی رو میپرسم، نه حرف میزنم، واسه همین روزاش. ببرش. شکر آقا، بایسته. مگه اینجا پیدات کنم؟ پسرموی
چی شده؟ این خانم مریم کوسری یه سندشو که مال همه یه فامیلشونه 500 متر زمین داره ندارشه که یه دورگر ازش زده، یکیشون صدای بلبل در میاره، اون یکی هم پولا رو جمع میکنه. بلبل سرما خورده. همه آقا دارن و خانوم، چرا فقط من سرمه؟ مهمون نمیخوای خانم سرمه؟ خانم سرمه، من توی دردسر افتادم، شما میتونین کمک کنی؟ این خانم اسمش مریمه. اگه خودش داشت میگفت جوان عیب داشت، یه عادت داری جای خانوما حرف بزنی. ببخشید سرمه خانوم، من دختر یه سرایدارم تو تهرون. داد نزن دخترم، من که کر نیستم، فقط یه خورده چیشو زیرش یه کبابیه، کبابیه کرم نارا همیشه اونجان. آره بهت میاد، برای 500 متر زمینشه. نه خودش. دلم گرفت سرمه. سلماسی بذار تنها بره تو ملاقات، تنها بره بی کس باشه کاری تره. دخترم یه صفحه نوار مال داریوش رفی، بسن ورده بیا، بسن بیا. سلطان گشنمه. کرم بذارم رو آتیش؟ آره به 6 تا سیخ میبریم برای علاوردی تاری وردی، برای خودشونه. این زن تاری هست؟ زن تاری زایی؟ نه بیچاره پا به ما هنوز داره تو محل کار میکنه، خونه به خونه. 15 تا باره ایهونو گوجه کردم داغ داغ بده برن خونه شون. صدا در نمیاد کرم، پول که میشوری همه چی از کات؟ با صدای بلبل و جوجه بیشتر خوش میگذره. کی از پول شما دارم بدش میاد؟ همون گوشت پیازه خواهد بذارم راتیش؟ بله داری قد میکشی کرم، چند سالته؟ اگه تشویق شنیدی به قدت شده بلند، خودم همین روز اخبت میکنم کوتاشی. من نمیدونم، من از همه طلبکارم و به تو یکی بدهکار. بیشتر از من به این عادل بدهکاری و بیشتر از اون به اون بابای خدا بیامرزش. تو خیلی به پر پای من میپیچی، من روم نمیشه از عادل که پدر خدا بیامرزش زندگی منو سیاه کرده. من هیچ وقت شما راجع به بابام توضیح نخواستم، هر کی هر چی گفته سکوت کردم، همیشه ساکت بودم، اما سلطان از بی جوابی داره آتیش میگیره. به خدا عادل بذار یه دفعه تموم بشه، من و بابات با هم خیلی رفیق بودیم. اون روز صبح 8 بهمن درس میگی؟ بذار یه روز درست حسابی دو تایی لبش رو تو میذاریم. اکرانسه و قدیمی حرف میزنی و معاف کردم. 8 بهمن 57 واسه این بچه و من به این سادگی ها حل بشو نی. اگه تو دلت میخواد سربسته بذاریش، را برا چوب به قواره آدم نزن. آخه منم سرریز شدم، منم بریدم. عادل من بابات 8 بهمن تو دل انقلاب بودیم، سر
چاره انگوری تیراندازی شد. من باباتو گم کردم. خیلی دنبالش گشتم. خیلی. ما پیداش نکرد. تو اون موقع یه ساله بود. سر کوچه‌تون تا دل شب نشستم. اما نیومد. دیده بودن لب حوض وسط میدون انقلاب گوله خورده، سربازا ولفور خونش رو شسته بودن و برده بودنش. اون یه سراحی پیشم امانت گذاشته کرم، آویزونش کردم تو چشمم، میخش کردم به قلبم. تو دروغ میگی. آده داستان یه چیز دیگه است. چه چیز دیگه است؟ انقلاب تموم نشده بود که از یه نیم بابی زیر پله‌ای با 20 تا سیخ جیگر و 10 تا سیخ قلبه وارد تو روز، یهو رسیدی به 4 طبقه و یه دونه کافه لباس مون شدی معمار، 20 تا 20 تا گوسفند و گوساله آویزو می‌کنی به قناره. یه جای حرفت لک داشته باشه که نه این دنیا رو داری نه اون دنیا، یه آب خوش از گلوت میره پایین. حالا هم نشستی یه جوری پا بیخ من بذاری، میدونم به اسیری قسم یه روز این کارو می‌کنی. 57 تاش همه می‌فروختن، تا چه جوری خریدی قربان اون زخم قمر؟ من فقط میدونم بعد از بابام مادرم دق کرد. اگه سلطان نبودش که به درس و مدرسه من برسه، شما یک دفعه پا پیش میذاشتی؟ نه شما، سراغ گرفتن دل میخواد. سلطان رفیق بابام بود، خودشون میگن مرید بابام بود. من از این حرفا بلد نیستم، ایشون گفتن فقط باید درس بخونم. جونم واسه لبخند و نصیحتش در میرفت. آدم میترسید باش راه برو قصه داشته باشه. دلاور بود و پر امید و معتقد و خونجوش. جوش خونه شد یه زنجیر و یه سرایی و این عادل که بوش مست رفاقت هم میکنه با اونو. بعد اون اگه این عادل نبود، خلوتی و اسیری و قیمت جون و جوانی میخریدم. حقته که این سایه دنبالت باشم کرم. من سال 20 قبل میخرم برای مرده های بی کس و کار، زمین مونده و آبرودار. این کبابی کباب شب مونده نداره، کباب شب مونده و یخچالی نداره. هرچی مونده آخر شب مال مسافرهای غریب این مسافرخونه است. من چرا تو رو باید بفروشم؟ مگه تو اون خونه قایم شده ات خلافی؟ من هیچی اون روز نمیدونم. دلم نمیخواد روم تو رو تو بازشه. تو هم قدت بلنده، هم زیر سایه 10 نفر خونک میشن. من با تو دعوا ندارم. این داستان با حرف تموم نمیشه کرم. سلطان کیه؟ سلام خانم، اگه میخوای بخندی و دلت بازشه. من بلبل نمیخوام، شما زندگی مردم آتیش میزنی. میشناسم این صدا تو. باش نتونی خانم، که هوای اینجا حرف نرا. من فقط اون وصیت ها رو میخوام. یعنی اون کاغذهای دیگه به شما مربوط نی؟ تو سلطانی؟ چقدر میخوای؟ بعد حرف نزن دیگه. حرفای بیشتری هم داشته باشی ما میشنویم. من همه اون کاغذها رو دیدم، اون وصیت و شما و زمین و اون خونه سرایدهی رو هم میشناسم. اما ما میخوره حرف داریم، میشنوی؟ شد که اینجا چه کاره ای جواب بی جواب.
شام که نخوردی؟ منم نخوردم. نیمرو درست کنم برا. چیز دیگه نداری؟ از پشت شیشه دیدم بابات خوابه. من که رفتم واسه خودت درست کن. کاش برای بابات کباب می آوردیم. تو درست کی تموم میشه؟ سال آخره اقتصاد می خونم. سال دیگه تو این شرکتی که کار میکنم دائمی میشه. زن آدم درست و حسابی شو. آقا پسرهای مرحوم باهری میخوان اینجا رو با مادرشون به یه شرکت برج‌سازی بفروشن. این یه تیکه زمین ما رو هم میخوان بخورن. جهانگیرخان بزرگه میخواد بفروشه بره. باید ببینی دارن چی کار میکنن. زمین و خونه و آب و اجدادش اصلا براش مهم نیست. بره. تو چرا گفتی زنی آدم حسابی شو؟ نمیدونم اینه آدم گنده ها حرف زده. چایی تو بخور. اما واسه این تیکی زمین اونم توی همچی محلی خودت بی قیمتی. اگه تعارف میکنم چه به تعارف دیدم ازت وصیت مهر امضا شده شما. همیشه اینجوریه. یادم به بی فامیل بی ستاره این من از یه چیز با ارزش دختره این سند پول یا تیک زمین
یا هر چیز دیگهش میگذره بهش میده. دخترم ازش تشکر میکنه، عشق میریزه، بعد یه رو بی فامیله سوار موتورش میشه میره. بعد این یارو مردی که بی فامیله سوار میشه موتوری ماشین میره تو راه دلتنگی میکنه، واسه خودش، فامیلش، ننش، مدرسهش، یا خودش آواز میخونه یا واسهش میخونه. از این چیزا خیلی دیدیم. یه جوری حرف میزنی انگار همه چی قاطی شده. من هم یه جورایی تو این بازی تو هم، اما زنونش. ما هم رفتیم خانم. هنو که تموم نشده، تازه اولشه. همیشه تو اون کبابیه میشه پیدات کرد. اگه اون کاغذ رو نشونشون بدی میفهمن از من گرفتی. اگه حاضر شدن پول بدن چجوری پیدات کنم؟ میگیرم ازشون. بیا بالا اینجاست. نصرام تلفن شرکت مستقل. بیا ببین اونی که به دادم فوتوکوپیه. یه دفعه دیگه واسه اصلش ببینم. اصله چاکر خانم. این خونه از زمان باهری بزرگ تا حالا چراغش روشن بوده. نفس هفت نسل و تربیت ده‌ها طبیب، محقق و فرهنگ نویس به خودش دیده. هنوز صدای معلمای خصوصی که درس و بحث می‌کردند و سوا از درس و مدرسه زبان خارجه و حکمت درس می‌دادند توی اون راهروها میاد. لطفاً به این خونه نگین کلنگی. من صحبت کردم. آقای سرماسی گفتم طبقه اولو با همین معماری برای مادرم با خانواده می‌سازم. در مورد قیمت و نحوه پرداخت اون آقای سرماسی یک جدول ارائه دادم که باید روش توافق. من با حرف مادرم به اصل اون خیلی اعتقاد دارم. چرا ما باید به خونه‌های پدریمون، مادریمون، حالا نه مثل خونه ما، خونه‌های کوچیک قدیمی تو محله‌های قدیمی بگیم کلنگی؟ یعنی اسقاطی، یعنی خراب شدنی. معذرت میخوام، ما ننشستیم دوره هم که کلنگی رو معنا کنیم. برای شروع این جلسه کوتاهش بد نیست. اما شما آقای باهری درست و پربها میگید. هر شغلی تخصصی، حتی علمی یا کاسب کارونش، بعد از دوره‌ای صاحب یه مش اصطلاح میشه که اگر معنای فرهنگی بشه صحیح نیست. کلنگی لغت در وایساده بودم که این آقای گرامی کرم اومده با هم رفتیم توی کبوتر فروشی. میگه که اونا به غیر از خونهشون جای دیگه ای رو واسه مخفی کردن سند و قباله ها ندارن. اینو که میشه ازشون گرفت.
پیشنهاد اونا چی بود خانم کوهساری؟ پیشنهاد شما چیه آقای گرامی؟ من اونا رو خوب میشناسم. آدمای بدی نیستن. میشه باهاشون معامله کرد. اگرم نشه میشه گوششون رو برید و داد گربه. نه؟ اصلا ببخشید شما چه دلیلی دارین طرف ما نشستین؟ داستانش طولانیه و خصوصی. خونش هم افتاده تو تر. اون محوطه داره پارک میشه و کتابخونه. اوناش به ما مربوط نمیشه. اما شما خوش اومدی. کبابی؟ تو کبابی میخواستی دختر راجب میلیارد صحبت کنی و خانواده ما؟ اون قباله و سنده رو میشه استعلام کرد. طول میکشه خانم. مریم یه رفعه سوار موتور اون شد و رفت. مثل که یادش رفت من منتظرشم. من اومدم بیرون شما نبودی. اما صد دفعه بهتون گفتم من خانم مریم کوهساری هستم. اجازه بدین هر وقت اسم کوچیک شما رو صدا کردم شما منو با اسم کوچیک صدا کنی. به من هم فوتوکوپی دادن. اونا پول میخوان. چقدر میخوان؟ کلاشی و باجگیری؟ اونم از ما؟ بریم بابا. اینجا دیگه جای ما نیست. خانم شما هم خیلی عوض شدین. اصلا منو برای چی آوردین اینجا؟ خب بگید مریم خانم چقدر میخوان؟ میگه 5 میلیون تومان میگیره. به من گفت اگه پای آگاهی و نیروهای انتظامی بیاد وسط مدرکی باقی نمیذاره. اما به نظر من این کاره نیست. خیلی آدم خوبیه. مثل اینکه تو دوست داری ما این پولو بدی. من اونا رو با 2 تومن میگیرم به شرط صداقت. من اون 15 ساله دلبر جانان همین. ببینید دقیقه صبر کنید. مریم حق داره. اما شما برات سوء تفاهم شده. تو فکر میکنی که ما زیاد به حرف پدرم و اون وصیت توجه نداریم. توی این ترافیک پولی قیمتی که اون خواسته چیز مهمی نیست. بهش بدیم بره. اما من نمیخوام بفروشم و برم. من حرفی ندارم اگه مادر قبول کنن. اما به چه شکل؟ اطمینان کنیم که داستان بالا نمیگیره؟ من باش حرف میزنم. شاید تونستم تخفیف بگیرم. کی میتونم اونو ببینم؟ شما مریم خانم کی اونو میتونم ازش بخوام اگه براش درد سری نشه بیاد حرف بزنه. من فقط یه دفعه اونو دیدم. اون خانم با این کاراش عقب درد سره. با من شما مریم خانم مطمئن باشی اگه من نخوام دست این بساز و بفروشه با اون سنده ها نمیرسه. اما حس شوخیه. این پولی که من بهت گفتم شوخیه. زیر بار این یه رو ساختم سازه نری یا مردی که پادوه. من هم میخوام دکونم را بندازم. گفتم شاید یه جوری منو عادل و تو نفرشی زمینه تو بیا قانونی زمین ما رو از اونا جدا کنیم بسازیمش. من واسه این کارهای جدی این شوخی هم. زندگی من اینه تام و جریه. تو آدم خوبی هست. اونهاش مردی که چشمش خورده به 500 متر زمین و جهانگیرخانه. من همچین روبرا و صاف نمیبینمش. ببینم دست به هم بخوره. غیر اون چیزی که گفتی یه جور دیگه و یه شکل دیگه تا آخر عمر تعطیلت میکنم. گفته بودی 5 میلیون میخوای آره؟ میونه این پارک یه نفر داره منو میپاد. دست خلاف از هر جا در بیاد سندا رو میسوزونه که ردیف. بعدش هم سرخوش زندگی نمیکنی. دو دره نداریم. شنیدم دو دری.
شما قرار بود باش حرف بزنی، قرار نبود همچی غلطی بکنی. مردی که حرف دهنه تو بفهم دیگه، بهش باش بدم. تو اصلا کی هستی که باج بدی یا ندی؟ تو که هنوز چیزی امضا نکرده. قرار این بود، اول سنده رو میبینم بعد با هم صحبت میکنیم. اینو خود جهانگیر خان گفت. جهانگیر خان هیچ وقت نمیگه با یه آدم همچی کاری بکنن. تو اصلا تو خانواده ما چی میخوای؟ این تو نمیدونی؟ اینجا خونه ما بود، 200 متر حیاط با 5 تا اتاق، 2 تا باغچه و یه دونه حوض وسطش. اینجا این اتاق من بود، اونجا هم اتاق مادرم که توش همیشه سماورش روشن همیشه. اینجا تو اتاق من قدرت همیشه اینجا میشست، همیشه رفیق بود. اول انقلاب صبح 8 بهمن رفت، ظهرش دیگه نیومد.
توی پیاده رو یه گله این گل کاشتن تو جمجمهش. حالا یه سراحی واسه هم یادگار گذاشته. حالا عادل پسرش رو یادش نگه میده. این اتوبان رو وقتی میخواستم بسازن همه اونا خونه ها رو خریدن. ما هم دیگه نتونستیم صاحب خونش. از خونه خوب مواظبت کن. اگه حریفشون شدی خونه ها خراب میشن، جاش خونه های بهتر خوشگلتر ساخته میشن. اما من از این اتوبان ها از این برج ها نمیدونم چرا وحشتم میگیره. دنیا اینجوری گنده میشه. شهر شده اینه بهشت. اما اگه به این روز افتادم حواسم یه خورده به این بود که آورده بودم تو رستوران بهت بدم وصیت‌نامه اصل، دستخط اصل، بی فوتوکپی. حالا دیگه خود منم فوتوکپی. نگاه یه جور دیگه شمایل ما این ریختی ها نیست. خواستم یه جورایی شکل جیبور خیابان جنوب. دیدی فیلمشو؟ تو قوطی خارجی اصلشو دارم. فیلم دوست داری؟ خیلی. آقای باهری یه سیم از اون ور داده بود، اما هرچی فیلم اونا میدیدم ما هم بد میدیدیم. گفتی فیلم داری؟ خیلی کارم این بود. زبون نمیدونستم انگلیسی، داستاناش هم نمیفهمیدم. وقت اجاره بهم گفتن قصهش چیه، سرخ میشدم زرد میشدم. میگفتم خودتون ببینیم بهتره. اما کار درستاشو نگه میداشتم. خیلی ها سیاسفیدن اما صاف صاف هست. یه تو بشی یه چایی بخور. تو هنوز بابامو ندیدی؟ من چی دیدم؟
سلطان عاشق شدی میسوزوندت. اینجا قرار کوبیده بشه. بکارن بشه پارک. سلطان شما که پیر نشدین. ما یه جورایی اینه اونایی. کسی نیست ما واسه شد تشنگی بمیریم. یه همدم. یه رفیق. هر کی هم برایش مردیم خواست از تشنگی باشه. شما سرخوشی رو دوست ندارین. هر جای عمر یه جاش خوشه. چی میگی من ازش تفریح کردم بلد نیستم. خوشگذرونی نمیفهمم یعنی چی. پدرم خیلی خوب تموم شد. بهترین عقیده، بهترین حادثه، بهترین لحظه ها رو ما هم داشتیم. اما حالا چی؟ هر وقت دلتون براش تنگ میشه نگاه به این میکنیم. یه نگاه به زندگی من و آینده همون بندازیم. به خدا خیلی بهتر میشیم. شما دارین عاشق میشین سلطان. قدرشو بدونیم. اونی که میتونه شما رو نجات بده. برو این که ببخشین خانم این سنده و کاغذ ها دست نخورده و اصل همشه. همه اون کاغذ ها و سنده و عباطیل دیگه که مال این خونه است. تا همینجاش همین همه پول توی جیب ما پارسنگ برمی داشت. بدیم بهشون سلامتی اونا و خیر ما. ما این کار نیستیم. بیا تو. صورتت ورم کرده. ممنون شما. یه جورایی
داره بیخمو میگیره. حواسمون دیگه مال خودمونی. فردا چهارشنبه سوری چیکاره ای؟ صبر کن باهات بیام. دلت گرفته، دل منم گرفته. بیتابی داری، منم دارم. یه جوری لالمونی گرفتیم هر دومون. تو چته؟ این همیشه مثل همیشه یه جور درست و حسابی کلک هم کنده شد. مگه نگفتی فیلم بهم میدی؟ ده تا ده تا یه مزد میگیرم. تا همینجا شما قد ما بلندتر بود. یه جورایی رقم ما یه جای دیگه است. خیلی خوب بود، کوتاه بود اما فیلم ها رو کنار گذاشتم، بدیم به مریم خانوم. همش بده به اون. همش زبان اصلیه. اون چیه دسته؟ تنه ای معرکه گرفتی، میسوزونی خودتو. فهمیدم عاشق شدی؟ واسه جشن گرفتم، اینم جشن. بهت گفته بودم که تو شهربازی یه وقتی کار میکردم. سایت موتور رو بستم.
حالا که عاشق شدی چرا بازش کردی؟ چی شده سلطان؟ چیزی نشده. بخواب زوده. وایسی منم میام. نه. تو نیا بیرون. من جوابشونو میدم کار دارن.
نه ترس، کاری باید نداریم. گفتن خونت اینجاست، سندها و قباله هم پیشته، یعنی تو خونته. اومدیم خودمون برش داریم. با چی اومدید؟ اینجا زندگی میکنی؟ هه، از غم هجران تو دو دره. کی گفته که من باید همینجوری این کاغذ ها رو بدم؟ اونم به تو. اینا چی میخوان؟ چیکار دل میکنی؟ تو برا تو بگو چشم. این دفعه نمیگم چشم. با اینو در نیاف سلطان. شما یه موت میارزی به هزار تا از اینا. اون سنده ها و قواله ها رو خودمون برمیداریم، انعام تو هم بعدا میرسه. اصلا میخوای یه شصت متری واسه جور کنم که با هر سنمی که دلت خواست بری توی زندگی کنی؟ چقدر میخوای؟ دختر سرایدارم گفت 5 میلیون. من بهت میدم، نذار کار بالا بگیره. من میخوام بفروشم از این مملکت برم بی سر و صدا. حرفمو نمیفهمی؟ جز مزاحمت کاری ازتون بر نمیاد. این جرمه که سند خونه مردم رو بیاری اینجا که نمیدونم کجاست باج بخوای. خواستم نظرت دم عوض شه. واسطه شدم کاریت نداشته باشم. من هنوز درسم تموم نشده. تو دیگه بزرگ شدی. نمیدونم چی میشه اما اتفاقی نمیافته. من ناصر فقط شما رو داریم. نارنجک باباته با دست میساخت. اما این دکوره. میخوام ببینم میشه ترسوندشون. گریه نکن. شب فیلم میبینیم. خواست دره نذارید؟ نذار بره. ببین اونا باید کاری ندارن. میدونی قبل هارو نگردشتی و پولم میخوای جرمه؟ اونا رحمت نمی کنن، به زورتت میگیرن. اه؟ کرن؟ چقدر گفتی نو کرن؟ تو قاطی اینا چی کار میکنی؟ اصلا تو چرا همیشه اون بری نهی بر؟ از 57 و بابای عادل تا حالا کارم هم با تو سر دراز داره، آدم فروش. سلطان واسه این که بهتون بد نگذره قدر خنده رو بدونین، غم و غصتون هم یه خوده که شده بذارین کنار، زندگی این رفیق ما رو هم بچرخونین، یه خورده حواستون رو بدین که ضرر نمی کنین. من این کاره نیستم، موقت بر دستشم. اگه به خودم باشه که ما ازش تفریح کردم بلد نیستم.